سلام به مجموعه خبری امروز پنجشنبه از استدیوی آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. واکنش ها در مورد برسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط رئیس جمهور ایالات متحده همچنان ادامه دارد. متحدان نزدیک امریکا به شمول عربستان سعودی و افغانستان در این مورد واکنش نشان دادند. حکومت افغانستان گفته که این اقدام دونالد ترامپ احساسات تمامی مسلمانان را جریحه دار می سازد. تظاهرات فلسطینیان در غزه، آنها با تصمیم تازه رئیس جمهور امریکا مخالفت نشان می‌دهند. معترضین شعار می‌دهند که بیت المقدس برایشان خط سرخ است. این تظاهرات پس از سخنان تاریخی ولی حساسیت برانگیز رئیس جمهور امریکا امروز صبح برا افتاد. امروز در نهایت آنچه را که آشکار است تصدیق کردیم، این که بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. همچنان به وزارت خارجه دستور می دهم تا آمادگی ها را برای انتقال سفارت امریکا از تل ابیب به بیت المقدس آغاز کند. این گفته های ترامپ واکنش نزدیکترین متحدان امریکا را نیز برانگیخته است. عربستان سعودی این تصمیم ترامپ را محکوم کرد و آن را غیر مسئولانه و توجیه ناپذیر خواند. در انقره رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نیز امروز موقف تند اختیار کرد و گفت رهبران سیاسی برای این نیستند که کشمکش ایجاد کنند، بلکه باید صلح بیاورند. تا به حال یگانه کشوری که از برسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط امریکا استقبال کرده خود اسرائیل است. رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش و قطر امروز توافقنامه های تجارتی به ارزش 12 میلیارد یورو را امضا کردند. فروش 12 طیاره جنگی ساخت فرانسه به قطر شامل این توافقنامه هاست. امضای توافقنامه ها به ارزش بیش از 14 میلیارد دلار در حضور ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر قطر. مکرون امضای این توافقنامه ها را نشان دهنده روابط نزدیک میان دو کشور خواند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، فروش 12 طیاره جنگی فرانسه به قطر شامل این معامله است. این قراردادها در میان تشدید بحران در خلیج امضا شدند. از 5 جون به این سو عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر تمامی روابطشان را با قطر قطع کردند. کوریای شمالی در مورد بزرگترین تمرینات مشترک هوایی ایالات متحده ای امریکا و کوریای جنوبی واکنش تند نشان داده است. مقام‌های کوریای شمالی گفتند که این تمرینات وقوع یک جنگ را اجتناب ناپذیر ساخته. تمرینات مشترک هوایی ایالات متحده و کوریای جنوبی فردا به پایان می‌رسد. تمرینات که به روز دوشنبه آغاز شد، ده ها طیاره و حدود 12,000 نظامی آمریکایی و کوریای جنوبی سهم گرفتند. این تمرینات خشم کوریای شمالی را برانگیخته است. وزارت خارجه کوریای شمالی میگوید ما در آرزوی یک جنگ نیستیم، اما از آن اجتناب کردن نمی توانیم. سازمان ملل متحد در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای جنجال کوریای شمالی، جفری فلتمن معاون این سازمان را به آن کشور فرستاده است. او امروز با ری یونگ هو وزیر خارجه کوریای شمالی دیدار کرد. رای دهندگان نیپال امروز در دور نهایی انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. این یک گام کلیدی در جهت تکمیل شدن پروسه انتقالی دموکراتیک که نزدیک به یک دهه طول کشید دانسته می شود. این پروسه پس از لغو رژیم سلطنتی و پایان یافتن جنگ داخلی علیه شورشیان ماویست آغاز شد. اینها شامل گروه بیش از 200,000 مامور امنیتی می شوند که برای تامین امنیت رای دهندگان موظفند. کشته شدن یک تن و زخم برداشتن چندین تن دیگر در انفجارهای کوچک در آستانه رای دهی مقامها را به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی وادار ساخت. اینجا کاتماندو پایتخت نیپال است، جایی که رای دهندگان انتظار آغاز روند رای دهی هستند. زنان و مردان امروز یکجا با پای صندوق‌های رای دهی رفتند و در دور نهایی انتخابات پارلمانی اشتراک کردند. دور اول این انتخابات در 26 نوامبر برگزار شد.
مقام ها گفتند بنابر پروسه کند شمارش آرا انتظار نمی رود نتیجه نهایی انتخابات تا 10 روز اعلام شود. و حالا در مورد راه اندازی نخستین کنسرت موسیقی یک آوازخوان زن در ریاض برایتان میگوییم. صدها زن دیشب در این کنسرت در جامعه به شدت سنتی عربستان سعودی حضور یافتند. آوازخوان لبنانی در حال اجرای کنسرت برای زنان در ریاض، کشور شاهی عربستان سعودی که پیش از این شاهد چنین کنسرتی نبوده است. فضا برای زنان در عربستان سعودی نسبت به بسیاری کشورهای دیگر بسیار محدود دانسته می شود. اما اینجا تماشاچیان زن از اجرای هبا تاباجی لذت می برند. این بسیار مهم است که موجودیت زن پذیرفته شود. اگر زنان و راه‌های سرگرمی برای آنها شناخته شوند و به آن اهمیت داده شود، ما در زندگی به پیشرفت‌های زیادی دست خواهیم یافت. یعنی حتی از مراحل جدا مهمه به حیات انشاءالله. پس از به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز به حیث پادشاه عربستان سعودی و گزینش محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد این کشور، در موقف عربستان سعودی در پیوند به حقوق و آزادی زنان نرمش به وجود آمده است. زنان امسال برای نخستین بار اجازه یافتند که بازی‌های ورزشی را از نزدیک تماشا کنند. حکومت عربستان سعودی اخیراً همچنان اعلام کرد که زنان حق رانندگی را خواهند داشت. این مجموعه خبری 24 ساعت در فیسبوک و صفحه اینترنت مقابل تماشاست. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.